سلام خداوند بزرگ و مهربان. سلام، مصطفی فائزی هستم در برنامه سیاست هفته. در برنامه کنونی سیاست هفته مهمترین خبرهای هفته گذشته را به بحث و تحلیل میگیریم. جهت بحث و تحلیل مهمترین خبرهای هفته گذشته، آقای نیاگل وسیق تحلیلگر مسائل سیاسی را در استودیو با خود داریم. آقای وسیق سلام، بر شما و برنامه ما خوش آمدید. بینندگان محترم، حال به هم یک جمع مهمترین خبرهای سیاسی و اجتماعی هفته گذشته را میبینیم. افغانستان با سرطنش‌های اخیر خاورمیانه در معرض فراموشی قرار گرفته است. وزیر خارجه پیشین بریتانیا با بیان این مطلب تأکید می‌ورزد که پیش از خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید تلاش‌های زیادی برای یافتن راه حل سیاسی در این کشور صورت گرفته تا مذاکرات جدی با طالبان آغاز شود. چند پیش کاخ سفید تیار گزارش به کنگرس امریکا از کمکاری پاکستان در مبارزه با شبکه القاعده با سایر گروههای شورشی شدیداً انتقاد کرده است. اگر ایران از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه دست نکشد، آن
منابع دیپلماتیک و اقتصادی خود به این کشور را قطع خواهند کرد. کمیتی به نیاز منابع آمدن خبر داده است که ایران در نظر داشته است تا تعداد از جمعیت مشهور شیعه مذهب را در کشورهای خلیج تیرور کند. هدف از این تحریک شیعیان در کشورهای کویت، بحرین و عربستان سعودی بود تا آنها علیه دولت‌هایشان دست به شورش بزنند. خبرنگاران لیبی طرحهای اتحادیه آفریقا برای برقراری آتشبس میان مخالفان مسلح با دولت لیبی را رد کردند. رهبران مخالف میگویند کنتر با کرانگیری معمر قذافی و پسرانش از قدرت اشارهی نشده است. دولت عراق از سازمان مجاهدین خلق خواسته است که این کشور را تا پایان سال جاری ترک کند. سخنگوی دولت عراق میگوید شورای وزیران این کشور تصمیم گرفتند تا از راههای دیپلماتیک با همکاری ملل متحد سازمان مجاهدین خلق را از این کشور بیرون کند. مصر در قاهره از بازداشت حسن مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور خبر داده است. بازداشت وی موقتی با 15 روز اعلام شده است. مبارک پیش از این دچار سکته قلبی شده بود، اما این احمد نیز نتوانست از بازداشت وی جلوگیری کند. شما داشتن در حکم استراتژی بنده آمریکا چه نوع لباس میگیرید؟ من مخوانم بزرگ مرسل مانه بشون دوره تلویزیون شد. افغانستان کشوری که برعکس سالهای جنگ به موقف قرار داره که نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ نظامی، نه از لحاظ اقتصادی، این در همه ابعاد یعنی مشکلات جدی را مواجه است. ملل هم در این طور یک وضعیت و تن سالهای متوالی همواره از طرف کشورهای همسایه و دایی این دفتر مورد تخصص قرار گرفته. اون در حالت مکرر وجود داشته و نخواستم تا یک دولت مرکزی با ثبات در افغانستان به وجود بیاید. ملل هم در این طور یک وضعیت ما نیاز دارم به اینکه یک متحد، یک پارتنر و بالاخره یک متحد استراتژیک داشته باشیم در سطح دنیا، خاصتا امروز که جامعه جهانی کشورهای غربی خاصتا در ایالات متحده آمریکا اینجا حضور دارد. ما هرگاه میتوانیم وقتی از این اتحاد استراتژیک استفاده معقول درست را بکنم به نفع صلح و ثبات در کشور ما بالاخره در منطقه و همچنین از نظر سیاسی واقعاً بتوانیم تعیین مدت زمان که ما در همه اتحاد استراتژیک که ما در آنجا بتوانیم حمایت بکنیم از نظام اقتصادی که ما واقعاً برای یک نظام معقول یک نظام پذیرفته شده یک نظام شفاف و یک نظام مقتدر که واقعاً اینا وضعیت مطرح در سرزمینش و بتوانیم انجام باشه و همچون از لحاظ اقتصادی واقعاً ما بتوانیم بین همه اساسات اقتصادی افغانستان وقتون اصول گذاری شما در اینکه همه دوباره انتشار بکنیم وقتون محضورتون استفاده خود بکنیم و همچنان یعنی در مورد نظامی ما بخش مختلف امنیتی افغانستان پولیس و دو امنیت وقتون به همه هم باید تعلیم ترمیش از لحاظ کمیت و کیفیت و همچنان از لحاظ تجهیز وسایل نظامی به همه حد باید شما تا اینکه بتونه از طرف امنیت و ثبات در کشور تعمین بکنه و از طرف دیگر واقعاً سفر سرحدات بکنه که تا این مداخلات بمشوه در این طور وضعیته که ما همه همسایه تقریبا همه در سایه اتمی هستم و ما یک کشوری که حتی یک نظام که بتونه همه یکبار پاسخ بده هشتم دفاع بکنه حتی همه در این طور وضعیت یعنی میمون اتحاد پیمان استراتژیک و ایالات متحده آمریکا در این زمان وقتم یک نیاز است و وضعیت یک نیاز است و ما امیدوار هستیم تا این نیاز در سازه این صورت بگیره که وقتم در تفاهم آمانجی در دولت افغانستان و کشور طرف مقابل که ایالات متحده آمریکا است که واقعا این نیازهایی که ضرورت است و اون نیازهای اساسی تعمین شود و این به نفع کشور
کشور ما منتقل میشه. ولی برنامه این مسائل به نظر ارتفاع شده خیر مواد شما هر بار ما یک قسم جانبه که رو گفت که ما دست پایشان بسته کردیم ما این خون چون رو بسته کردیم ولی نپرسانسی همه هست که به همه تغییرات استراتیجیک به همه پرمون استراتیجیک باید سلح و صبات و امنیت در افغانستان شرط اساسی باشه که جبه اساسی هست مشرف در افغانستان همچنان یعنی همچنان افغانستان افغانستان و وقتی تشکیل زهنی نخواه مسئله افغانستان و در نهایت وقتی ایجاد یک اداره شفاف و سالم پذیرفتنی بر مردم افغانستان که وقتی مردم حمایت بکنه دقیقه رو باز اینو مردم افغانستان از شما سوال کردید شما میشه بازه کنه شما دستان به شما یعنی سوال در افغانستان چی بود؟ من از این وقت که پولیس به سرسلانه بسیار جیب در طبط شوری اسرائیل همون فعالیت هایی که داره من فکر میکنم متناسب با این مسارف متناسب با این مسارف کلام و سرسلانه هایی که دارن دستورده بسیار آنچنانی تا هنوز محسوس نیست از اتا سفر بسیار من فکر میکنم یکی که در این دوارد چون مسئله افغانستان و مسئله داخل افغانستان است مسئله آنه مرتبه و جهانی است باید کلمه مبنی مرحب بست پس باید میشه در تفاهم با کشورهای زیبخت وقتی من در افغانستان کشورهای که بیزه حضور دارن حضور مزمه دارن حضور اقتصاده دارن حضور سیاسی دارن وقتی در تفاهم را بیگره و یکی به کمک بگه وقتی مدنم این زمین را تر مزم بکنم که وقتی بکنم من فیلم این سر سر وزیر است من فکر میکنم در حد اون حد نیست که یعنی مخالفین که این طالبه که تصمیم میگیرن یعنی در اون حد نیست فقط در حد پایینتر و زودتر سر رمانتی قانون و شناختان و این جبا و کاری از خانتک صورت میگه در اون مطرم که اینی در اون مطرم سر مطرم نرسه شما بگن وقتی که مانو بگن تماس های با کاری خواهیم کرد باید خواهیم از سمت دولت پاکستان دستیر شد باید باید بزن باید بست اما تو مگر از اون زیر فشار بوده باشن خلاصتان کشور پاکستان و یه استاد اندام نخواه مرتبه نقشه خوب ادا بکنه من تا نقشه ممکن دوست باشه بسته وقت دوست بتا داشته باشه شما من چطور که در آنه سر با پاکستان چی مراجعه میکنید؟ ترکیه در منطقه کشور اسلامی است که وقتی منطقه جنگی نسبتا خاص خود داره این برمی کنم که یک خود در نسبت به سوال کشور اسلامی در منطقه خب خود جنگی کشور هم که از این لحاظ تمامنگی این خود برای اسلامان هر رابط نزدیک و غرب چون عضو کشور اسلامی است این مطمئن حضور من موقف خوب داشته باشم تمام هر در این فعالیت ها برای که ترکیه را کن باز مانون که همه هم نبیزه و سوال کشور پاکستان که قسمی که نیمز گفتم که مسلم موافق نیستم هر بزر چه چون پاکستان موافق نیست همه من موکدم و پاکستان نمیخواهی که مثلا همه مفروضی که بلا طالبه داره وقتی که از سوالی بگو چه از مقام مفروضش بدون طبیعی سرش پایم میه خود بخود چون با مولا رو اگر خود برنامه که میخوان مولتون در دمجا رسول از هم بیرست قلبی بکنن و تحصیلات رو زیفت هم میشه و مولا بسیار مصابه رو که انتظار شده باز مطلب نخواه بگرش و نخواه تو اسمان و اهدافه که در افغانستان فکر میکنه باید مردم ایراج هست و اون اهداف نخواه برسید و اون خود اسمان موافق نیست که یه مانه بدن بگه باید شما تو که خب تو که من فکر میکنم همه تمام تو اسمان ایراج همه خود بردن و گفتن هم یه دفعه هم چیزی نیست که چه از این قسم که استقال میکنم که در اون بایی یک آده است بایی نفسد بیمینی یک حولیت مردمی برای طالب روحل دادن است بخواه از شما بخواهد مدن قصوی برمان مدنم ترکیه بازه شده که برای طالبان یک بکتر سیاسی اجاد کنه بکن در ترکیه آیا طالبان یک بسر خواهد خواهد که برکن؟ طالب که هم نپذیرستم فکر میکنم نپذیرستم و طالب است شاید تلاشای